به فراخبر با من یماسیاوش خوش آمدید در این برنامه تمدید تحریم بر طالبان و تشدید نبرد در افغانستان زیر شعار جنگ و صلح با طالبان چه جریان دارد نخستین هواپیما با خدمات مطابق شریعت اسلامی در مالیزی و پرواز در آمد بنام خدا و درود بر شما سازمان ملل تحریم ها بر گروه طالبان را تمدید کرد شورای امنیت سازمان ملل میگوید که طالبان در بسیاری از رویدادهای عراس افغانانه در افغانستان دست دارند و از همین رو تحریم ها بر این گروه برای 18 ماه دیگر تمدید خواهند شد پنتاگون نیز با تازگی از جسورتر شدن طالبان در پی کاهش نیروهای آمریکایی هشدار داده است اما در این بهبهه حکومت افغانستان بار دیگر آستین بالا زده تا با گروه طالبان به وساطت پاکستان گفتگو کند این در حالی است که تهدید طالبان بر ولایت هلمند سایه افکنده و مقام های این ولایت حتی از سقوط این ولایت هشدار دادند اما زیر شعار جنگ و صلح با طالبان چه جریان دارد محمد آصف صدیقی معاون دوم مجلس سنا و شاه حسین مرتضوی روزنامه‌نگار برای بحث بیشتر با ما هستند مهمانان عزیز خیلی خوش آمدید آقای مرتضوی با شما آغاز بکنیم در حالی که به منابع اصلی تمویل حراس افغانان و طالبان توجه نمیشه این بحث تمدید تحریم ها بر طالبان از سوی شورای امنیت به چه معنا میتونه باشه بنام خدا با سلام خدمت بینندگان محترم تلویزیون و آقای صدیق سب ببینید بحث تحریم طالبا به نظر ما هیچ مشکل یا فشاری را برای طالبا زیاد نمیکنه به خاطر که طالبان منابع بسیار عمده هم در داخل افغانستان داره و هم یک سلسله منابع بیرونی داره که او منابع و او کانال ها را شورای امنیت یا سازمان ملل نه در کنترلش هست و نه قابل نظارت و پیگیری هست ما به چند مورد اشاره می کنم منابع عمده طالبان در داخل افغانستان تریاک هست 14 سال است که جامعه جهانی پول های زیادی را هزینه کرده یک وزارت به نام ایجاد شده برای مبارزه با مواد مخدر پول و 7 میلیارد دلار مصرف شد و هر روز ما میبینیم یا هر سال میبینیم که آمار کشت تریاک کشک در افغانستان بالا هست و تجارتش هم هر روز بیشتر میشه بحث دوم دو مادین در افغانستان است. در بسیار موارد مثل بدخشان یا جاهای دیگه تمام تلاش طالبا برای است که چطور به جغرافیای دست پیدا کنه که اون جغرافیا برای طالبا آید داره از جمله بدخشان چون بحث مادین در اون جفا و همیت داره و یک بخش منبعی طالبان است که تحریم شورای امنیت در اینجا تاثیر نداره جنگلات پیسته هست در بادغیس در سمنگان جاهای دیگه که همه ما شما در جریان هستیم که سالها وقت پیسته ها به ثمر میرسه ایر طالبان تاراج میکنه بحث دیگه سهم فیصدی است که طالبان از پروژه ها میگیره و این پروژه ها را هم دولت بسیار به رضایت مندی خود میده هم در موارد بوده که مردم به طالبان به 10 سهم طالبان داده من و منابع دیگه اخوازی هست طالب یک نفر به گروگان میگیره را را میگیره در بدل چیل لک در بدل بیس لک رازاد میکنه یک ای بخش منبع دیگه است و منبع دیگه هم پول که توسط خود جامعه جهانی و غرب در اختیار طالبان داده شده گزارش سیگار که یک نهاد نظارتی ایالات متحده ای آمریکا هست به سراحت اشاره داره که بخش از منابع ایالات متحده ای آمریکا به یک شکلی در اختیار ها قرار گرفته و طالبان ها و گروه توریستی از استفاده کرده اما منبع مهم و چشمه سرشاری از پول و درآمد کشورهای عربی است هم قطر برای طالبان کمک میکنه هم عربستان و هم کشورهایی که در حوزه خلیج فارس هست شما امروز میبینید وقت اختر منصور در قطر شریک یک شرکت مخابراتی هست و راحت فعالیت میکنه چرا شورای امنیت نمیایه نار نمیگیره و اصولا جنگ که امروز بین ملا محمد رسول و اختر منصور هست اینا بر سر زعامه جنگ نمی کند جنگ بر سر منابع مالی هست یعنی گروه برای اجازه فقط کامل کنم گروه محمد رسول بیشترین ارتباط با منابع مالی در کشورهای عربی داره و اختر منصور تلاشی است که چطور دور بزنه و این منابع مالی رو در اختیار و چنگ خود بگیره نکته مهم دیگه هم است که اختر منصور آنقدر پول و منابع داره از از سرمایه گزاری هایی که در کشورهای مثل قطر و عربی داره که حتی پاکستانی ها نگرانی است که با پول زیادی که اختر منصور داره یک روز امکان داره که این آدم زیربار پاکستانی ها نره و عملا مستقلانه فعالیت کنه این که گفتین با یک شرکت مخابراتی در قطر اختر منصور شریک هست جزئیاتش از چه قرار است؟ ببینید اخیرا گزارش در رسانه های افغانستان به نقل از رسانه های بین ترجمش در رسانه های چاپی افغانستان شد و او به در او مقاله آمده بود که اختر منصور در کشور قطر با در شرکت های مخابراتی شریک است و پول های بسیار زیادی از سهم اختر منصور است با این حساب جامعه جهانی هم میدانه که اختر منصور در چون جنگ های جنگی که در افغانستان هست اه، اه، یک جنگ فوق با هزینه است وقتی طالب ها قوی ترین امکانات داره دوربین شبین داره وقتی امکانات لیزری داره تجهیزات داره هر ساعت مصرف جنگ بر اساس تخمین ها برآورد میکنن تا 80 هزار دلار هزینه داره اینا از کجا می اینا از با یک منبع قوی داشته با شما دایش ببینین در هر روز دایش 80 میلیون دلار درآمد داره یک میلیارد دونیم فقط از بانک ها مثلا دایش به دست آورده وقت تاراج کردن غارت کردن دارایی های عامه طالب این هم داره وقتی طالب به چهار روز یا سه روز در کندوز هست تمام دار و ندار بانک ها رو بردن امکانات ادارای دولتی رو بردن اینا کلش منابع است که تبدیل میشه به منابع مالی برای طالب آقای صدیقی در حالی که شورای کویت و جاهای دیگری که عملا لانه های اصلی طالبان از دست نخورده باقی میمانه و کسی در موردش جامعه جهانی به ویژه و شورای امنیت حرفی نمیزنه این تمدید تحریم ها بر گروه طالبان واقعا از دید شما چی میتونه باشه بسم الله الرحمن الرحیم نخست باش ما میهمان محترم و بینده های ترونوز احترامات ادامه میکنیم سلام <تصفح> بعد از سلام ما فکر میکنیم شما ببینین زمانی که یک جنگ ادامه میکنه بیش از 14 سال در افغانستان اتحاد جماهیر شوروی که در افغانستان تقریبا بیش از 14 سال در افغانستان که جنگ کردن اول قدرت در سطح دنیا بودن ولی ببین جنگ به اندازه تاثیر که بالاخره مو کشور مو اول قدرت با پا از پا در آورد یعنی به این معنی که جنگ ادامه دادنش کار ساده و کار ساده بس کار آسان نیست این که ما این کل ما این درک میکنیم در افغانستان که در افغانستان جنگ جنگ اقتصاد است و این جنگ چنگ تنها جنگ یک کشوری نیست که تنها طالبان یک کشور حمایت بکنن طبعا استاد محترم که بعض مسائل که شارکت شما ببینید در هلمند شما ببینید بیش از 35000 نیروی میتی در اون مصروف است و همچنان نیروی خارجی بودن ولی چرا تا در هلمند امنیت برقرار نمیشه به خاطر یک سیزن اونا بین طالبا همیشه یک سیزن اونا برای هلمند برای ولسوالی از حمله میکنه تا اونا منافی که یک تمیل میشن از بخش کوکنار اونا چی میشن تامیل میشن شما جنگ بدخشان هم چنان ببینید زمانی که جنگ در بدخشان زمانی که جنگ در بدخشان شروع شد نوریه میتی مصروف جنگ در بدخشان شدن در این وقت ببینید که در قندوز شروع جنگ تا که نیروی امنیتی مصروف جنگ در بدخشان بکنن به خاطر که اونا تمیل بکنن از مواد مخدر خود از بدخشان و همچنان احجار قیمتی نوره امنیتی مورد این تا اونا سود خود از بیارن یعنی در کل در افغانستان هم جنگ اقتصادی است و جمع تمیل شده در افغانستان است شما چه کسی بین... گردانندگی میکنه این جنگ را یا با که ما باید فراموش نکنیم در ما ما چ وقتی را فراموش نکنیم که هیچ وقت افغان اکثرا کشور همسایه ما در کل نمیتونیم گفته اکثر از اینا هیچ وقت با ما صادق نبودن اینا همیشه مداخلات و مستقیم غیر مستقیم در افغانستان داشتن خب مداخله شما ببینید اصلا بازیگر اصلی که میتونه باشه شما گفتین که تنها خلاصه هم نمیشه با کشورهای منطقه و با چند تا کشور این ببینید بحث زمانی که طالبان بالای, بالای کابل حمله میشد در سوربی به قتل میرسد ولی ملابرجان که میخواست که با, حکومت و وقت میخواست که مصالحت بکنه پران دشمن فهمید، پران سران طالبان فهمید که اصل هدف سران طالبان چی است یعنی هدف از او هدف جهاد نیست هدف از که چطور بتن افغانستان و کام خود در او دو وقت تو به به قتل میرسد و تا زمانی که طالبان به کابل میرسد طالب از حالش خبر نمیشه خواستم از برادرای که ما برادر با کسی گفته میتونیم که اونا درد ما را احساس بکنند من فکر نمیدم طول 14 سال که ما همیشه برادر گفتیم برادر ما با کسی خلاب کرده میتونیم که او برادر را در صورتی که درد تو را احساس بکنند کسانی که جاده یک طرفه نباشد وقتی که ما به عبور برادر میگم در قابل دو احساس دارم او هم چنین در احساس داشته باشه اونا کسانی هستند که همیشه ما را میکشن از بین میبرند طفل ما را یتیم می کند, خانم ما را زن ما را بیوه می کند آیا ما به برادر گفتم میتونیم ما فکر میکنیم که برنامه صلح در افغانستان تا فیر نتیجه موثر خود نداشتند و این جنگ تن در افغانستان جمیل تمشدگی در افغانستان است و این ارتباط در کشور وقتی که م من مثال به خاطر به شما گفتم که روسیه اتحاد جماهیر شوروی 14 سال اونا نتونست که جنگ خدای ما بتن از پا در خطر اقتصادی یعنی ادامه دادن جنگ یک اقتصاد خیلی قوی می خواهد در همچنان در طالبات ده پشتر از این گروه هایی هستند که تا چطور بتانند که به کام خود بگیره چطور بتانند که ما مردم ها. ولی خواست ما از مردم ما است که بین دست به دست هم بتیم وقتی است که ما شخص گوشی ها را از بین ببریم یا وقتی است که ما کل در کشتی سوار هستیم چطور کشتی را به ساحل برسانیم این در صورت امکان پذیر است که ما چطور بتانیم که با نیروی امیتی خود منسجم بسازیم خدا ولی آقای مرتضوی، حالا این بحث لانه های اصلی حراس بار بار مطرح شده و خیلی هم زیاد که در پاکستان از جایی مثل شورای کویتا و شورای پشاور اینها که عملا نام دارن مناطق در پاکستان است که طالبان در اون بود و باش دارن چرا این شورای امنیت خود را زحمت نمیته تا در مورد پاکستان و لانههای های اصلی حراس افغانان در اونجا هم حرف بزنه؟ برداشت ما است که امید دنیا نسبت با قضیه تروریزم یک برخورد خیلی جدی و صادقانه نداره وقتی دаفتаرи قаطаر بаرایи طالبоن بоز میشوд و یк فаضا بаراи طالبон дاда میш و ی روزаنه برایи طالبон بоз میша ک طالبهо جدا а دаر جбهи جن میجнгн راه دیگه هم داشته باشه برای اینکه که رای زنی کنه برای اینکه لابی کنه و برای اینکه که بتانه چانه زنی کنه با دنیا این خودش کمک برای طالبا و یا شما میبینین در نشست های غیر رسمی در فرانسه در چندین کشور اروپایی طالب ها بسیار به صورت غیر رسمی رفت آمد داشتن و با افراد مختلف اینا دید بازدید داشتن حتی اختر منصور در آلمان بودن و از طریق آلمانی ها اختر منصور پیدا شدن و کشف کردن و بعدن اختر منصور تبدیل میشه به قدرت بنابراین همه رهبران طالبان به یک شکل یک بار یک سیر و سیاحت را به کشورهای اروپایی داشتن و خیلی هنوز راهشون باز هستن دفتر قطرشون به صورت غیر رسمی به عنوان یک آدرس هست موضوع دیگه که اشاره کردن امروز در سنای آمریکا بحث بود چهل میلیارد دلار برای پاکستان داده شده برای مبارزه با تروریسم کدام گام را واقعا پاکستان برداشته برای مبارزه با تروریسم کدام عضو شبکه حقانی را تانز پاکستان بازداشت کرده کدام عضو دفتر شورای کویتر اینا یا تعطیل کرده یا بازداشت کرده اینه عملا برای ها در پاکستان یک حیات خلوت هست یک فضای باز هست رفت آمد دارن زخمه اونجا تداوی میشه تصمیم میگیرن بیعت میکنن اینا رو دنیا میبینن وقت ملا در پاکستان خبرش اعلام میشه که در پاکستان فوت کرده چند کشور برای علیه پاکستان اعلامیه دادن و محکوم کردن که چرا یک رهبر گروه تروریستی را مدت‌های طولانی در خاکتون نگه کردن یا وقتی بن در پاکستان کشته میشه چقدر دنیا بالای پاکستان اعمال فشار کردن امروز یکی از منابعی که نه تنها افغانستان و بلکه هند بلکه ایران و بلکه کشورهای مختلف تهدید میکنه پاکستان هست و همه پاکستان در نزد دنیا بسیار هنوز عزیز پس هست شما بله آقای مرتضی میگین که یک مبارزه واقعی در برابر تروریسم وجود نداره از سوی جامعه جهانی با کارهایی که تعالی شده در برابر طالبان بله وقت شما ببینید وقت پاکستان طالبان به خوب و بد تقسیم میکنه میگه که طالب افغانستان طالبان خوبن و طالبان پاکستان طالبان بدن آیا دنیا در برابر همین منطق پاکستان چی واکنش نشان داده یا چی اقدام کرده چطور میشه ما تروریسم اونایی که دست به جنایت میزنه اونایی که مخالف پیشرفت هست مخالف تمدن هست و مخالف زندگی مدنی هست ما ایره به خوب بد تقسیم کنیم تروریسم تروریسم است هیچ گونه ما نباید قبول کنیم که بگیم تروریست های پاکستانی بعد تروریست های افغانی خوب هستند این منطق پاکستان با مقدرت لابی که داره بالای دنیا تحمل کرده و دنیا پذیرفته که طالبان افغانستانی یک طالبانیان که بر حال گروه شورشی که برای برخم مطالبات سیاسی اینو مبارزه میکنند ولی طالبان پاکستانی طالبان بعدی و اینا تو رو رسن. ما به نظرم با این منطق پاکستانی ها دنیا باید مقابله کنه و اجازه نده که پاکستان طالب به خوب و بد تقسیم کنه و از یک بخش حمایت کنه و در برابر یک بخش استاد شده بله آقای صدیقی آنچنان که آقای مرتضوی اشاره کردند که کارنامه جامعه جهانی در برابر طالبان چندان هم قابل یادآوری نیست کارهای جدی صورت نگرفته میمانه بس حکومت افغانستان حکومت افغانستان از دید شما چه کرده با گروه طالبان و چرا هر روز طالبان به جای سرکوب قدرت و قوت میگیرند در افغانستان قبل از یک موضوعی که قبل شما سوال کردین اوا ازو سلام پرسون کدين ترابطي موضوعي اعلامات امريكا شما متاجه شته بهشين چند روز قبل خدای کانګرس امريكا اعضای شکتدار اعضای اونا بسراحت گفتن اعتراف تو ناگفتن كه ما به پاکستان, پاکستان ما هم كوريا كدوشتي ول متاسفونه كه اعتراض پاکستان هيچ وخت به ما صادقانه هم كيري نكدان خدای کانګ خدای امريكا ام بهي پي برده به موضوع و ملي اوله خيل دير است و نه ميتواني اين براعت به کاري را کي شوه در برابر پاکستان باید بشتر از این امریکایي ها متوجه میشدن کی دارن چی میکنن در منطقه خب ایګه پایګه گذشته او گذشته را صلوات الی خو چیزی که رافته و ما کله م می afwana میپزینیم کی ای باید از سابقه کار میشد ما،, ما فکر میکنیم کی امریکا نقش خیلی عمده دارد کی بالای پاکستان کی چطور نو را وادار بکنه کی با افوانا صلح بکوند ما تشکر میکنیم از همکاری که اونا داشتن از اونا تشکر میکنیم ولی خواست ما این است که با ما صادقانه کاری بکنن بالای پاکستان فشار وارد بکنن که با ما همکاری صادقانه بکنن و همچنان ما فکر میکنیم چین بسیار رول بسیار عمده را بالای چی پاکستان داره که تاثیرات خود داشته باشه که بالای از اونا فشار وارد داشته باشه وارد بکنه که با ما صلح بکنن به خاطر که منافع اقتصادی چین در افغانستان زیاد است با اونا متوجه معدن افغانستان از د ما فکر میکنیم شاید تمدید معصریه داشته باشه و این رفتن جنرال کمبل به پاکستان در رابطه صلح امیدوار کننده است که ممکن که پاکستان به دا... امیدواری در حالی که شما دارین نبرد در هلمند شدت میگیره و تا مقام های هلمند میگن که در آستانه سقوط قرار داره این یعنی چه امیدواری فکر... یا در ننگرهار گزارش های وجود داره که چرخ ها افراد نقاب داره پایین میکنن اینجا چه جای امیدواری میماند؟ ولی یک با ما باید فراموش نکنیم ما وانا باید موضوع رو درک بکنیم به پی ببریم میره قبول بکنیم مخالفین همیشه اونا برنامهی که دارن بالای ما وانا تطبیقش کرده چرا این چرا به خاطر که اونا یک تا ما وانایی هستیم که به خاطر پول بسیار ناچیز یا به خاطر چطور بتانیم که ناموس خدای وطن بفروشیم که اگر ایست که ما افغان دست بدست هم بکنیم صادقانه باشیم هیچ وقت ما فکر نمی که کشور همسایه صادقانه هم صادقانه با ما همکاری همکاری نکردن و اونا تدبیق دادن میتونه با بین ببین که ما خود ما بگذره آیا ما افغان ها که بالای کشور خود برای ما تدبیق بکنیم نه اونا به خاطر که ملتش به پای برده سال سوال این بود که کارنامه حکومت افغانستان چگونه است از دید شما ما فکر میکنیم که کارنامه‌ی افغانستان حکومت افغانستان یو یک موضوع نه ما به فراموش نکونیم که حکومت قبلی د افغانستان دو ب... پیریوډ دو برنامې را داشته یەک برنامه یی داشته کونه مسایل امنیت ته نظر داشته و مسایل دو می بیت کو برنامه اقتصادي دا ته نظر داشته ولی متاسفانه که د حکومت فعلی نه پیریډ هوی جوړ نه او امکانات اقتصادي وجود داره ولی باز هم حکومت ام... افغانستان حکومت تما ما مپدیم که خلک خالا... خلاق خلای وجود دارد ملت از حکومت فاصله غیر زیاد گرفته هر زمانی که ملت از حکومت فاصله بگیره خود به خود خطر به ځنګ خطر بر حکومت است ولی تا اندازه حکومت تا نسته کې یکه ځله مشکلات تعقیب وکنه حل وکنه ولی ما فکر میکنیم چې مشکلی ده بس نشو وینم په برنامه تاپیرا یو امیدور کننده است ای با خاطر اومد این که شما بیاین پروژه تاپی را افتتاح بکنین با این که نمیشه دل خوش کرد این پروژه تاپی نیاز به امنیت دارد در افغانستان خوب ولی ما متوجه غلط نشیم یا. که دی برنامه دی تو برنامه تاپی ما پاکستان که همیشه مداخله خود افغانستان داشته و هم شریک از برنامه است پاکستان به خاطر منافع شخصی اقتصادی خود میتونه تا موثر داشته باشه شما ببینید گزارشات وزیر دفاع خود پاکستان اونا گفتن که ما میتونیم که با خود امنیت طالبا، طالبان امنیت تاپی را بگیریم یعنی هر زمانی که مخالفین نزدیک کشور زمانی که در برنامه اقتصادی شریک اقتصادی ما شد تا اندازه معصرت خود داره ولی در کل اگر ما افغان‌ها باز هم یعنی شما دست... موافقی هستین که طالبان در پروژه تاپی شریک شون ولی شما اگر ما متوجه گپ باشیم نه شما موافق هستین با این بس که طالبان در پروژه تاپی شریک شون نه خیر هرگز با خاطر که زمانی که ما پروژه طالبان که زمانی که اونا وادار ساختیم که در برنامه اقتصاد تاپی با ما شریک شود او به ایمان که از این بخش باز اونا تمویل میشن اقتصاد پس طالبان مطالبه است چند چند اونا فعال اقتصاد قوی تر میشن چند چند اونا قوی تر میشن خواست ما دی است که زمانی که حکومت افغانستان با پاکستان در رابطه برنامه تاپی اونا صلح کردن اونا موضوعات در موضوعات بحث کردن خواست ما از حکومتی است که باید پاکستان را به وادار بکند با همکاری همکاری ایالات متحده آمریکا با همکاری جامعه جهانی و با همکاری چین که چطور که همین موارد که زمانی که برنامه اینجا است اونها رو وادار بکنه که صادقانه با ما کاری بکنن بله با آقای مرتضوی از دید شما سخنان آقای صدیقی چگونه است میشه دل خوش کرد به بحث تاپی و اینها در حالی که طالبان همچنان هر روز دارن قوت میگیرن ببینید تاپی درست است یک دستاورد همکاری های منطقه هست ولی آنقدر چالش های بزرگ در برابر تاپی قرار داره که نگرانی ها بیشتر از خوشبینی ها هست مسیر که تاپی میگذره فعلا شدید در این مسیر جنگ است و مسیر تاپی با 264 گروپ توریستی و مسلح مواجه است یعنی دولت های منطقه خصوصا حکومت افغانستان 700 کیلومتری که از خاک افغانستان میگذره باید با 264 گروه گروه تروریستی که در مسیر قرار داره باید مبارزه کنه شما همه اکنون در مسیر هلمند میبینین که جنگ بسیار شدید و وحشتناک هست و اگر حکومت این جنگ مدیریت نکنه و مهار نکنه و در ساحه امنیت تامین نکنه عملا پروژه تاپی با مشکل برمیخوره در مسیر فرام شما دیدن که ایک از زولس ولای امروز سقوط کردن در حوزه جنوب غرب ما مشکلات امنیتی خود داریم تاپی زمانی میتونه موفق شود که ما حداقل یک امنیت نسبی را در این مسیر تاپی باید داشته باشیم در نبود امنیت ما چطور میتونیم دلخوش خوش کنیم و این وضعیت دقا میشه وضعیت 20 سال قبل دیگه هم. اما یک حالت رویایی و خیالی بیشتر میمونه تا حالت واقعی ولی حکومت افغانستان سنجیده که داره چی میکنه و آینده پروژه را و امنیت افغانستان و اینها را سنجیده خب نگاه حکومت افغانستان بیشتر ای است که کشورهای منطقه در محور همکاره های اقتصادی میتوانند که به همکاره های سیاسی هم بیشتر تمرکز کنند یعنی برداشت ما است که هنوز این نگاه و این روی کرد یک نگاه کاملا خوشبینانه هست نگرانی که وزیر دفاع آمریکا مطرح کرد که جنگ در سال آینده تشدید میشه یا برخی از معاونان رئیس اجرایی مطرح میکنه و وضعیت هم نشان میده که ما عملا در چندین ولسوالی درگیر هستیم در چندین ولایت ما جنگ هستیم و از همه مهمتر که جنگ در فعلا در همین روز و همچنین برای سال آینده کاملا پیچیده شده دیگه ما یک گروه طالب نداریم چندین گروه طالب داریم ما دایش در کنار طالب داریم که به مراتب خطرش بالای امنیت افغانستان بیشتر هست ما شبکه حقانی فعال داریم و گروه های دیگه ای که اونها هم در فکر به دست آوردن منافع کلان اقتصادی از مواد مخدر از معادن و مسائل دیگه هستن آقای صدیقی چگونه میشه حالا طالبان را دستشان را از افغانستان کوتاه کرد آیا تنها با بحث تمدید تحریم ها بر این گروه میشه غالب آمد؟ ما فکر میکنیم تا اندازه شاید تا شاید تاثیر خود داشته باشه مثلا در گذشته هم های سازمان ملل بر طالبان بوده میشه یک نمونه بگویند که چه تاثیری گذاشته بر این گروه ما فکر می که تا اندازه تاثیرات خود مثلا چه تاثیری تاثیرات کمتر گذاشته حتی خب ما فکر می که تمدید شده چی ما فکر می کنیم تاثیرات خود شاید کمتر داشته باشد در دا افغانستان ما ما نمونی نمونه نمونه زنده ش در طول 14 سال که مصر بوده باشه بر روان ما ما افغان مصر مصرت خود داشته باشد تا فعلا کدام مفیدیت در ما افغانان ولی در صورت امکان داره که ما باز هم هیچ ای وقت این مشکل خواد باشه که تا چه وقت نوری جامعه جهانی ما را کمک بکنه تا زمانی که خواست ما یه است که باید. ما چطور افغانا یکی دیگر کمک بکنیم چطور بتانیم ما ها دست به دست هم بکنیم در حال حاضر 350 هزار نیرو حکومت افغانستان در اختیار داره چرا امنیت را نمیتونه تامین بکنه؟ ولار ما فراموش ننم یک موضو که ما ب نرو امتی خو به قشر پاینش ب با سرباز م احترام دارم اونا دا مقابل در مقابل جفن خوب میجنن ول یک تعداد فاصدین هستنه در رث قرار دارن شما ببینن یک جنرال که اعمروز تین می میشهابادببن هصاحب بلندمنزل میشد او از کجا میکند اشه از او عسر که در مقابل جن میکند او ب او کمتر میرسد ولی تا زمانی که ملاحظات در صورت نگیرد کسایی که در راست قرار دارد و همانگی یک مشکل هم دیگه که که همانگی وجود ندارد همیشه شما بینید نوری هم که شما میخواین یکی بالا یک پاره میدوزن این در صورت تا زمانی که امانگی وجود نداشته باشه فاسدینی که واقعی اونا فاسد بوده باشد اونا در محکمه علنی در موجودیت جامعه جا، در موجودیت مدباد محکمه علنی شود تا درس برای دیگران شود همیشه شما بینید اکثر ما نمیگیم اکثرا یک تعداد کسانی هستند که امروز ایش یک عمر حضرت شما بینید عمر حضرت امروز و ایکنیک سال ببلن میشد آیا پول از کجا کدی تو یک آدم غریبی که او میر خانه خود آباد می کند همیشه از ادرس اوزه مزاحمت ها خلق میشد بهخاطر پول گرفتن این مشکلاتی که در مجموع تا زمانی که فساد اداری در کشور ما از بین نره مه فکر میکنم مصرت نخوداشت برحب. باز هم به برمیگردم که ما افغان تا زمانی که احساس زیر پیدا نکنیم که 15 سال قبل ما د بطری شرق قرار داشتیم اما کسایی که مقامات داشتن ببینید در دا افغان بتری شرق ما داشتیم ما کسایی بودیم که مهاجر بودیم د یک خانه باز می کردیم ولی اما احساس امو کسایی فعلا در راست قرار دارن احساس اگر پیدا خود به خود جور میشه اخی مرتضوی راهحل حل چی است آیا تنها با تحریم های شورای امنیت میشه جلوی این خشونت و خونریزی را در افغانستان گرفت برداشت ما این است که اگر شورای امنیت واقعا میخواه صادقانه کار کنه کشورهایی که به طالبان پایگاه داده و از لحاظ مالی کمک میکنه اینا را باید بارلاش فشار وارد کنه تا منابع مالیش قطع شود اما در داخل افغانستان طالبان در بخش از مناطق دارای پایگاه اجتماعی هستند مساجد در اختیارشان هستند سربازگیری و طلبانه دارن یعنی معاش نمیده برای یک سرباز خود و از همه مهمتر که در برخ موارد اینا بسیار آزادانه حمایت میشه و تردد آزادانه داره در حالی که در امی مناطق شاید برای سرباز اردوی ملی و پلیس ما رفت آمد دشوار باشد حکومت وحدت ملی اولین کاری رو که میکنه این است که قدرت پایگاه اجتماعی خود در ساهایی که فعلا طالبات حتی کندر... کنترل داره باید افزایش بده متاسفانه که در برخی نقاط که طالبا نفوذ داره و دقل در ده سوالی که کلان در اختیار طالبان هستن یا در همین نقاط که فعلا در هلمن جنگ هستن پایگاه اجتماعی حکومت وحدت ملی ضعیف هست و تا زمانی که حکومت وحدت ملی فاقد یک پایگاه اجتماعی قوی باشد طبیعی است که طالبان در اونجا نفوذش بیشتر است بحث دیگه است که شما وقتی در یک جنگ به تمام معنا باشید وزارت دفاعتان در سرپرستی باشد امنیت ملیتون در سرپرستی باشد و از همه مهمتر که سیاست جنگ و صلح شما هم در ابهام باشد هیچ سربازتان نفهمه که ما با دشمن خود در حال نلید. جنگ هستیم در حال صلح طبیعی است که یک فضای گنگ و مبهم با وجود می و ما نمیتونیم بسیار قوی عمل کنیم سپاسگزار از شما شاه حسین مرتضوی روزنامه‌نگار و محمد آصف صدیقی معاون دوم مجلس سنا سپاسگزارم در پایان یک خبر کوتاه ببینید شرکت هواپیمایی رایانی ایر مالیزی که بر اساس قوانین شریعت اسلامی عمل میکند روز دوشنبه 21 دسامبر نخستین پرواز خود را از کوالالامپور پایتخت این کشور آغاز کرد با گزارش العربیه کارکنان و مهمانداران زن مسلمان این شرکت باید حجاب اسلامی را کاملا رعایت کرده و مهمانداران غیر مسلمان نیز باید لباس محتشم بپوشند هواپیماهای این شرکت طبق شریعت اسلامی غذای 100 درصد حلال صرف کرده و مصرف الکل در آنها مطلقا ممنوع است در اوقات نماز نیز آزان از بلندگوهای هواپیماها پخش می شود جعفر زامهاری مدیر اجرایی این شرکت بر روزنامه استار مالیزی گفت ما نخستین شرکت مالیزیایی هستیم که مفتخر است بر اساس شریعت و توصیه علما عمل می کند. البته شرکت های هواپیمایی بین المللی دیگری نیز وجود دارند که از شریعت اسلامی پیروی می کنند و گزارش خبرگزاری بلومبرگ در همین راستا شرکت بریتانیایی فیرناس در نظر دارد از سال آینده پروازهایی بر اساس شریعت و مشتریان خود ارائه دهد